بانک پیش از این مجلس نمایندگان هر گونه برگزاری جرگه عنعنوی و نشست بنه دوم را خلاف قانون اساسی خوانده و با اکثریت آرا تصویب کرده بودند، اما رئیس مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد تا اکنون نزدیک به 100 تن از اعضای مجلس نام‌های خود را برای اشتراک در جرگه عنعنوی مشورتی ثبت نام کردند. ولسی جرگه در بیشگی عنعنوی اشتراک نمی‌کنند. سه مسائل جرگه مسئول از جانب ولسی جرگه غیر قانونی دانسته شده بررسی خواهد شد. باز به تاریخ 22/5/1390 فرم اشتراک به جرگه مذکور به شورا مواصلت کردن و تعداد 100 نفر این فرم را خانه‌بوری کردن. با این وجود برخی نمایندگان نیز شرکت اعضای مجلس را در جرگه عنعنوی شرم‌آور خوانده، اما شمار دیگری تن راه حل چالش‌های کنونی در کشور را برگزاری این جرگه می‌خوانند. باغ سرکار باندې کیتم چې په خاموش په دسیو کې درلودي د وکیل صاحبان سم دا خوښ دي چې خپل سیاسي یا شخصي مشکلاتونه دي د ملي ګټو سره قربان کړي. اسې دي نه چې خپل شخصي مشکلاتونه د ملي ګټو سره په ټکر کې اچي او د ملي د وطن د نور د غمی جوړه کوي. دوباره 100 نفر بیان فرم پر میکنن، این یعنی که خود این اعضای محترم این خانه به فیصله های جبهه حرمت ندارن و به فیصله های ولسی جبهه حرمت نمیگذارن. وقتی ما خود ما قدر و عزت و شخصیت و حرمت و مساوات خود را و خود را نمیشناسیم، پس چگونه روی سارنوال محترم، روی سارنوال معزول، تیر روی سارنوال و یا اعضای سرمحکمه حرمت میگذارن؟ مردم با این نگران هستن که در جرگه عنعنوی بر علاوه از مسئله پیمان استراتژی بعض موضوعات دیگه هم هست که در اینجا بحث میشه، که مردم خیلی در اینجا نگران هست و ما در این باره از شما معلومات مفصل میخواهیم. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان میگوید تا یک هفته دیگر اعضای باقی مانده یک کابینه برای گرفتن رأی اعتماد با مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد. همچنان در باره معرفی کابینه هفته یک شروع ان شاء الله شاهدی باشیم که کابینه را معرفی میکنه. بعدشان امری بود و به همین ترتیب اعضای سر محکمه کسایی که مسئول صدایی است اونا را هم یادآورشون تاکید کردم که تقاضای مجلس همی است و حساب اونا بوده است، هیچ گونه مشکلی را ما نداریم، باید نظام با مشروعیت داشته باشه. این اظهارات در حال مطرح می شود از چند سال بدین سو بیشتر وزارتخانه ها توسط وزرای سرپرست اداره می شوند. هرچند پیش از این نیز نمایندگان مجلس بارها از حکومت خواسته بود تا وزرای سرپرست را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند، اما حکومت کمتر به این موضوع توجه کرده است.